امروز پنجشنبه 16 شهریور ماه 1402 خورشیدی برابر است با 8 سپتامبر سال 2023 میلادی. با درود بر بینندگان، برنامه بررسی رویدادها رو از تلویزیون رنگین کمان آغاز می‌کنیم. در مورد برنامه هفته پیش، صحبت‌های هفته پیش، بررسی‌های هفته پیش، دوستانی تماس گرفتن، دوستان واقعا عزیز، محترم و با سابقه دوستی طولانی و یادآوری‌هایی کردن که بیشتر از همه اظهار رضایت کرده بودن از اینکه ما در برنامه‌مون به گذشته، به ویژه به گذشته معاصر همزمان خودمون اشاره میکنیم و میگن که اولا ما شاید فرصت نداشته باشیم که اینا رو مطالعه کنیم، نتونیم در یک کتاب خاص یا دو کتاب خاص پیدا بکنیم، بنابراین وقتی فشردهش بیان میشه ما ازش استفاده میکنیم و حتی حفظ میکنیم و پیشنهاد کرده بودم. به همین دلیل هم بهتره که جزئیات بیشتری و سالهایی که این رویدادها اتفاق افتاده بیان بشه که اونها بتونن وقتی استفاده میکنن تاریخ و زمان آگاه بشه. مورد دیگه هم بوده، دوست عزیز دیگه ای که پیگیری میکنه و فکرم میکنه به هر حال ممکن در جایی دیدگاه های متفاوت داشته باشیم یا تفسیرهای متفاوت داشته باشیم، ولی به هر حال پیگیری میکنه. ایشون نوشته بود که آیا بررسی اون چه من میگم که گفتم بعد از انقلاب دورانساز مشروطه که برای تحقق آزادی بود و سربلندی ایران در دنیای اون روز و بی نظیر بود در اون زمان، من گفتم که از اون زمان سه کودتا مسیر انقلاب مشروطه رو از راه درست منحرف کرد و بعد از اون ستام رسیدیم به سال 57 که به طور کلی پرونده انقلاب مشروطه و قانون اساسی مشروطه بسته شد. ایشون پرسیده بود آیا بررسی این مسائل به سود بقای جمهوری اسلامی نیست؟ نظر ایشون بود، درسته که من معتقدم که نخیر. ما اگر گذشته رو بدونیم هم بهتر مبارزه می‌کنیم برای نجات از استبداد و هم تلاش می‌کنیم دچار استبداد دیگه یا سرنوشت 57 نشه. بنابراین از دید من مغایرتی نیست و من نمی‌بینم. مورد دیگه هم دوست بسیار عزیز 40 ساله گفته بودن مطالبی که من در مورد دارایی‌های رضا شاه در برنامه پیش گفتم آیا نظر خودمه یا از جای سوال کردم؟ چون گفتم من خوندم، ایشون گفتنه بنابراین ذکر بشه برام که شنونده و بیننده تصور نکنه که تو داری نظر خودت رو نسبت به مبلغ دارایی یا مبلغ سپرده رضا شاه فرض کنید در بانک ملی بیان میکنی، که گفتم بسیار خوب میکنم اونجاهایی که اشاره میکنم به مواردی اشاره میکنم و یادآور بشم که کجا این نوشته شده، کجا گفته شده و کجا بیان شده. قبل از این وارد یه مطالبی بشم که لازم است گفته بشه، یادآوری میکنم که محمد حسن رهنوردی قهرمان وزنه‌برداری و نام‌آور ورزش وزنه‌برداری ایران در آمریکا در سن 98 سالگی ما رو ترک کرد. رهنوردی مثل نامجو، مثل پژمان و مثل خیلی دیگران در اون دوران منصوره ها و خیلی دیگران که من الان فردوس یادم نیست، علی کریمی
مثل دیگران از نام‌آوران ورزش بزمه‌برداری ما بود و افتخار آمیز بود در سطح جهان و به ویژه در مسابقات آسیایی که در اولین دوره مسابقات آسیایی که در دهلی نو انجام شد در 7 وزن قهرمانای ما شرکت کردند. نه تنها 7 وزن مدال طلا رو داشتن، حتی 2 نفر هم ذخیره بردن، اونها هم به مدال نقره رسیدن. و یکی از این نام‌آوران ایشون بود که آشنایی کمی در ایران داشتیم، ولی در خارج این آشنایی بیشتر نزدیک شد و هم من به دیدن ایشون هم بود آمریکا رفتم، هم ایشون به دیدن من به پاریس اومد و به اتفاق دوستان مثل آقای فرهمند گران به اتفاق رفتیم در آلمان با هم روانشاد و یادش در ورزش ما ماندار و تصویر میگم به جامعه ورزشی به ویژه ورزشکاران وزن برداری ایران. میدونیم که در روزهایی که پیش رو داریم 2 اتفاق خواهد پیش خواهد آمد. یکی سخنرانی رئیسی در 19 دسامبر باشه، 19 سپتامبر یعنی تقریبا 10 روز دیگه حدودا در نیویورک در مجمع سازمان دول خواهد. چرا من میگم سازمان دول و نمیگم سازمان ملل؟ برای اینکه در این سازمان نمایندگان ملت ها نیستن که شرکت میکنن، نماینده دولت ها هستن و چه بسا دولت ها نماینده مردم کشور خودش نباشن یا به زور بر مردم حاکم کنن. نمونهش یکی از نمونه هاش نمیخوام کنن ها یکی از نمونه هاش جمهوری اسلامیه که اول 40 ساله که نماینده ملت ایران نیست، ولی در این سازمان به نام نماینده ملت ایران در سازمان ملل صحبت میکنیم. بنابراین من معتقدم نام این نمن بارها بسیاری از شخصیت های بزرگ مثل تورس بارنا حتی در مجمع سازمان ملل گفت اعلام کنیم اینجا سازمان دوله نه سازمان ملل. بنابراین قراره که روز 19 سپتامبر رئیسی هم دیوان جمهوری اسلامی در سازمان دول سخنرانی و هموطنان خارج از کشور به ویژه هموطنان مقیم آمریکا و باز به ویژه ایرانیان مقیم نیویورک و نیوجرسی تصمیم با تظاهرات با شکوهی که برگزار خواهند کرد در برابر سازمان نشون بدن که ایشون نماینده ملت ایران نیست و بازم نشون بدن که این سازمان نماینده دولت هاست نه ملت ها و به ویژه به افکار عمومی مردم آزاد دنیا و رسانه های ناوابسته و مستقل که به هر حال هست در دنیای سرمایه‌داری هم کم و بیش با وجود تسلط نظام سرمایه وجود داره نشان بدن که ایشون نماینده ملت ایران نیست و یک آدم جانی که دستش به خون جوانان ما آلوده است. و من هم به نوبه خودم هموطنان خارج از کشور به ویژه هموطنان مقیم آمریکا درخواست کردم که به دعوت این کنفرانس برای گرد همایی در جلوی سازمان ملل یا سازمان دول حتما شرکت بکنند و حضور داشته باشند. یعنی روز مهم دیگری که پیش رو خواهیم داشت روز 25 شهریور سال روز جان باختن مهسا که آغاز جنبش زن زندگی آزادی شد.
گفته میشه بیش از 50 میلیون عکس این شیر دختر بیگناه در سطح جهان پخش شد. به دنبال اون شاکرمی شیرزن دیگه حدیث نجفی و بسیاری بسیاری از زنان ما و جوانان دلاور ما که میگن بیش از 500 نفر شده جان باختن. اینها شدن که ایران هرگز نخواهد تسلط رژیم استاد اسلامی نمیتونه پایدار بمونه، دیر و یا زود میره. این آمادگی برای برگزاری سال روز جان باختن مهسا آنچنان وحشتی در سردمداران و ارگان ها و نهادهای نظام به وجود آورده که یک ماه پیش شروع کردن به حرکت های غیر منطقی و مسخره آمیز. اخراج دانشجویان، اخراج استادان، زندانی کردن معلمان و جوانان دلاور، شیر زنان ما. آنچنان وحشتی این نظام رو گرفته، نظامی که ادعا میکنه از حمایت مردمی برخورداره و پاه و جایگاه مردمی داره، آنچنان به وحشت افتاده. خیلی از هموطنان ما در خارج میگن که این حرکت ها نشان دهنده این که جمهوری اسلامی میخوان به طور قاطع در مقابل ملت قرار بگیره. من میگم نه، این ضعف رو میرونه. توی خیابون همه ما رفتیم، اون سجی که اصلا به کوچکتر و ترسوتره جیغ میزنه. این حرکت ها نشان دهنده وحشت، نشان دهنده اینا که خودشون میدونن که مردم ندارن، اصلا دولت ندارن، نه نظر از سیاسی، نه نظر اقتصادی، نه نظر اجتماعی، پایگاه ندارن. این میدونن موقعی که فروهرها جان باختن، حمید غذایی که نمیدونم حالا چه کار است، اون کاری بود شاید رئیس پاسداران بود. این آدم در تلویزیون ایران اعلام کرد که این دشمنان خارجی بودن که از خارج اومدن و فروهرها رو کشتن و بعدم رفتن از ایران خارج. که خب جواب من این بود که جوابم دادم، ننگ بر اون نظامی. خارجی ها هر وقت اراده بکنن میتونن داخل کشور بکنن، هر کسی رو خواستن از میان بردارن و راحت از ایران خارج بشن. ادعا کنن اونهایی که شاه چرا آدم کشتن پارسال امسال، اینا از ترکیه به باکو، حکومت باکو، از اونجا آمدن آذربایجان، بارش شدن اومدن به تهران و رفتن اونجا و این جنایات انجام داد. خب از شما چه هستید؟ شما که میگید ما 1 میلیون بسیجی و پاسدار رو نمیدونم او بگیر و حق باز آدم کشدار، چه غلطی میکردین که اینا از شمال ایران شمال غربی اومدن تا شیراز و این جنایات کردن؟ اگر شما دولت هستین، اسرائیل چطور نمیتونه بیاد؟ دانشمندهای اتمی ما که سرمایه های اتمی ما هستن، ربطی به جمهوری اسلامی ندارن، دانشمندان ما هستن، از بین میبرن. اگر تورم کار دشمنه، اگر بدبختی کار دشمنه، اگر اقتصاد اصلا پاشیده کار دشمنه، اگر زندگی فقیرانه مردم کار دشمنه، پس شما چی کاریم؟ بریم بذاریم دشمن اداره کنیم. این دشمن که همه کار داره میکنه، پس شما دیگه بلوز و سرخرمند بریم کنار بذاریم دشمن اداره کنیم. هی میخوان اسرائیل رو از صحنه جغرافیای جهان بردن. وقتی اسرائیل میاد دانشمندان رو در داخل ایران میکشه، ایران دستور میدن که قهرمانای ما کنه گرفتن نشان طلا نقره برنز دارن در مسابقه
جهانی یا المپیک خودشونو بزنن که با این ترتیب به دنیا نشون بدن که اسرائیل و اصلا جغرافی جهان هست کرده. دکتر مهندس احمدی نژاد در حال اینا وحشت که خود وحشت نشونده که مردم به پا خواستن، مردم از حق آزاد بودن خودشون دفاع میکنن، مردم جانشون رو برای عظمت ایران و اینکه ایران پاینده بمانه و هر کس نمیره آماده کردن. به این آقای رهبر، این هم کمک رهبر، رئیس جمهور رهبر، رئیس مجلس رهبر، رئیس ابرگان رهبری باید گفت آقا جان، قدیم گفتن با سرنزه میشادم کشت، با لوله تفنگ میشم کشت، ولی نمیشه حکومت کرد. اینو چطور تا حالا نفهمید؟ بالاخره چه میفهمید؟ فقط یک روز قیام و خیزش سراسری خواهیم فهمید. پس منتظر باشید تا ببینید. باش تا صحب دولت بدمد که این همه از نتایج سهر است. بله، بنابراین حتما مردم در سال روز جانباختن مهسا از خانه ها بیرون خواهند آمد، یعنی وارونه اون رو رفتار میکنن که در انتخابات رئیسی کرد که در منزل ها موندن و بیرون نیامدن. این بار در منزل نمیمونن و بیرون میان و قدرت خودشون رو هم به شمانشون خواهند داد بار دیگر و هم به افکار عمومی مردم جهان میدونه تاثیر بزرگی داره و یک قدرت نامرئی در دنیای امروز ما هست. هفته پیش به اینجا رسیدیم که در 1906 انقلاب دو ساز مشروطه در ایران اتفاق افتاد. در زمانی اتفاق افتاد که بسیاری برای آسیا، کشورهای بزرگی مثل هندوستان و مثل اندونزی، حتی بخش های از چین مستعمره بودند، کشورهای آفریقایی مستعمره بودند، از مصر گرفته تا آفریقای جنوبی که تبعیض نژادی در اونجا حاکم بود، در آمریکای لاتین، در آمریکای مرکزی بسیار از کشورها مستعمره بودند. در اون دوران انقلاب دورانساز و ایرانساز مشروطه پدران واقع‌بین ما و شیرزنان اون دوران به پیروزی رسید و حکومت قانون بر حکومت فردی چیره شد و جایگزین حکومت فرد. بنابراین انقلاب مشروطه خونبهای مبارزان راه آزادی و استقلال و سربلندی ایران. گفتیم که هفته پیش این صحبت رو که از پیروزی انقلاب مشروطه تا سال 57 کودتا بر ضد حکومت قانون و نظام مشروطه و قانون اساسی مشروطه در ایران اتفاق افتاد که داشتم اولی شروع میکردم، یادم نیست که تا کجا گفتم. بعد از این سه کودتا که علیه انقلاب مشروطه بود، برای به خاک سپردن انقلاب مشروطه بود، سال 57 پیش اومد که اصلا به طور کلی مشروطه رو پایان داد و جمهوری استبداد مذهبی رو به نام خلافت اسلامی نمیدونم بله هر چی
اسم داره، چه اسمی داره، اسمهای متعددی براش گذاشته شده، حاکم کرد. یعنی اگر سکوتتای قبلی سعی میکرد انقلاب مشروطه رو از مسیر درست منحرف کنه، سال 57 فاتحه انقلاب مشروطه و قانون اساسی مشروطه رو خواند. بنابراین از اول شروع میکنیم، چون این جوانان ما، تعداد بسیاری از جوانان ما خواستن که با دقت بیشتری توضیح بیشتری بدیم و هم سالها رو یادآور بشیم در چه سال در چه موقعیت. پس از پیروزی انقلاب مشروطه که میدونیم قبل از پیروزی تزار و روسا مخالف انقلاب مشروطه بودن و انگلیس طرفدار انقلاب مشروطه، حداقل در تهران، چون در استان فارس و شیراز مشروطه خواهان رو بازداشت و زندانی بودن. چرا این دو کشور یکی مخالف بود یکی موافق؟ تزار روسیه نگران بود که اگر مشروطه در ایران پیروز بشه، اولا قدرتش در ایران کاهش پیدا خواهد کرد. چرا؟ برای که با خاندان قاجار، با پادشاهان قاجار در ارتباط، و انقلاب مشروطه اگر پیروز بشه شاه بدون اختیار میشه، بنابراین قدرت روسیه تزاری در ایران کاهش پیدا خواهد کرد. انگلیس چرا طرفدار بود؟ فکر میکرد با پیروزی انقلاب مشروطه قدرت روسیه، همونطور که اشاره کردم، در ایران کاهش خواهد یافت. بنابراین این دو سیاست به این دلایل بود، به این دلیل که اشاره کردم. ولی بعد از پیروزی انقلاب مشروطه که سال 1906 بود، در سال 1907 وزیر خارجه انگلیس به روسیه رفت و با وزیر خارجه روسیه گفتگو کرد که شما عملا قدرت خودتون رو در ایران از دست دادید و بهترین راه کنار اومدن مسالمت آمیزه، و اونم اینه که ما بیایم ایران رو به دو قسمت، به دو منطقه نفوذ بین خودمون تقسیم کنیم. رقاحت رو ببینیم در روسیه برای آینده یک کشور مستقلی مثل ایران میشنن مذاکره میکنن. بنابراین در دو منطقه تحت نفوذ شما و نفوذ ما در منطقه شما هیچ امتیازی نگیریم، شما هم در منطقه ما هیچ امتیازی نگیریم، یک منطقه هم محدود بشه به دولت ایران و قانون اساسی مشروطه. تزار روسیه راهی نداشت جز این که بپذیره و منتظر باشه ببینه در آینده چه حرکتی به نفع بسیار کسب قدرت یا تجدید قدرت خودش در ایران انجام بده. خب انگلیس ها سعی کردن در جنوب ایران، در فارس، قشون درست کنن و بیشترشون هم هندی بودن، البته کسانی را از ایرانی ها استخدام میکردن. ولی تزار روسیه سعی کرد که در شمال ایران که منطقه نفوذش بود روسا رو بفرسته، زمین ها رو بخره و نسبت به مردم ظلم بکنه، به خصوص مردم گیلان، که خب همون موقع هم یه حرکتی ضد نفوذ روسیه در ایران تشکیل شد. حالا گویی که به دلایلی به چیز نرسید، ولی به هر حال این مسائل اتفاق افتاد. اما محمد علی شاه اوائل خودش با انقلاب مشروطه ظاهرا مخالف نبود و حتی موافق نشون میداد و به عنوان ولیعهد فرمان مشروطه پدرش رو، مشروطه که پدرش مظفرالدین شاه امضا کرده بود، امضا کرد. بعدم بارها گفت و پیغام فرستاد برای مجلس که من مخالفتی با قانون مشروطه ندارم. اما چند عامل اتفاق افتاد که محمد علی شاه مسیرش رو از موافقت با مشروطه به مخالفت با مشروطه تغییر داد. اولین بود که نارنجکی در خیابان اشواتان کنونی در مقابل کالسکه محمد علی شاه حیدر مغری منفجر کرد
عده جان باختن، ولی خود محمد علی شاه کشته نشد، حتی از کالسکه آمد بیرون و تلخی ها بوش رو کرد به قدم زدن و به ظاهر نشان بده که نترسیده و درخواست کرد که مجلس پیگیری کنند، عاملان این نارنجک اندازی رو پیدا کنند که مجلس شاید نمیتونست نکرد، اخطار کرد که اگر اقدام نکنی من خودم پیگیری خواهم کرد در مورد پیدا کردن قاتلان، یعنی کسانی که این افراد مثلا پیش قراران ما رو کشتن. این یه عامل بود، انفجار اون نارنجک و عدم پیگیری عاملان یه عامل بود. یه عامل دیگه این بود که تزار مرتب میخواست از ایشون که به مشروطه پایان بده، نبادا مشروطه ایران در روسیه‌ای که تزار موقعیت نام متزلزلی داشت، موقعیت نامطمئنی داشت، به نبادا این انقلاب ایران در اونجا اثر بذاره و خاندان تزار رو به عمر خاندان تزار پایان بده و این نگرانی رو داشت. و یک مطلب دیگه هم که فکر میکرد که اگر مشروطه در ایران سرکوب بشه مجددن محمد علی بیزا که در ارتباط با خاندان تزار هست قدرت پیدا میکنه و این به سود روسیه است و تشویق میشد محمد علی شاه رو تشویق میشد. محمد علی شاه دستور داد به جنرال لیاخوف فرمانده قشون روسیه در تهران که مجلس اون روز رو به توپ بستن، عده کشته شدن، عده مثل آیت الله طباطبایی کتک خوردن، عده ای رو گرفتن بردن در باغ شاه چون مقر خودش از ترس جانش از کاخ گلستان برده بود به بابشا، اونجا اعدام کردن. و به همین دلیل در تاریخ ما به عنوان استبداد صغیر معروف شد. از تیر ماه 1907 تا یک سال بعد 25 تیر ماه سال، در این مدت تهران عملا مشروطه خواه سرکوب شدن، صدایی در نمی اومد، مخالفت ها پنهانی انجام می شد، ولی در تبریز ستارخان و باقرخان دو قهرمان ایران دوست به پا خواستن و با این استبداد صغیر محمد علی شاه مخالفت کرد. محمد علی شاه قشون فرستاد اونجا رو محاصره کنن و نذارن مواد غذایی برسه، شاید مردم تبریز در مقابل ستارخان و باقرخان به پا بخیزن. در اینجا بود که یک معلم آمریکایی، یک جوان آمریکایی که به عنوان معلم در مدرسه در تبریز کار میکرد، مدرسه آمریکایی‌ها که توسط پروتستان ها ایجاد شده بود به نام باکسر ویل، ایشون اسلحه دست شده و با شاگردان مدرسه خودش و عده ای از طرفداران باقرخان و ستارخان حمله کرد و محاصره رو شکوند. محاصره که مانع رسیدن مواد غذایی به تبریز میشد شکوند، ولی خودش جان باخت. یک جوان البته قبل از اینکه این کار رو بکنه اون کنسولگری کنسول آمریکا خواسته بودش، گفته بود تو نباید در این کار رو دخالت بکنی، گفته بود من برای آزادی مبارزه میکنم، گفته بود پس گذرنامه آمریکایی تو پس بده، گذرنامه رو پس داده بود و گفته بود به کنسول که من با این مردمی که در تبریز برای استقرار مشروطه می جنگن هیچ فرقی ندارم جز این که زادگاهمون در دو محل متفاوت. البته خاکسپاری مفصل و با شکوی انجام داد ستارخان و اصله او رو در پرچم سرنگ ایران چیز کرد، فرستاد برای ریاست جمهور آمریکا و حتی عارف شاعر ملی هم در روز خاکسپاری اون این شعر رو گفت که من این شعر رو یادداشت کردم چون امکان داره که در خوندن کردی پی سعادت ایران فدا جان، پاینده با نام تو، پاینده با نام تو روحت
همیشه شاد. اینو برای این معلم جوان آمریکایی گفت. و خیلی جالبه، یک معلم آمریکایی که در آزادی آمریکا بزرگ شده برای آزادی ایران جان فدا میکنه، و ما هموطنایی داریم که از ایران فرار میکنن و به حق آمریکا رو تعیین میکنن و در آمریکا زیر یک نظامی به هر حال در حدودی آزادی زندگی میکنن و از اونجا برای هموطنان وطن، هموطنان ایران پیام میدن و از دیکتاتوری دفاع میکنن. ببین ره، تفاوت ره از کجا تا به کجاست. شعر حافظه. بله، این مشکل هم بعضی از هموطنهای ما دارن، میرن در کشوری که آزادی هست زندگی میکنن، 115 سال بعد از جان باختن معلم آمریکایی برای ایران نسخه دیکتاتوری می‌نویسن و میگن در دیکتاتوری هست که ایران پیشرفت می‌کنه. اگر در دیکتاتوری ایران پیشرفت می‌کنه، پس چرا باید انقلاب مشروطه می‌شد دیکتاتوری بود؟ چرا باید در مقابل محمد علی شاه ایثار که من باید توضیح بدم، نمیدونم وقت خواهیم داشت یا نه، چرا در مقابل اون باید ایثار؟ اگر با دیکتاتوری میشه پیشرفت کرد، چرا باید دیکتاتوری اسلامی رو به عمرش پایان داد؟ آیا آمریکا با دیکتاتوری به قدرت بزرگ ایران رسیده؟ آیا انگلستان، فرانسه، ایتالیا، آلمان با دیکتاتوری رسیدن به این موقعیت؟ ژاپن با دیکتاتوری، دانمارک، هلند، نمیدونم، سوئد، نروژ، آیا اینا با دیکتاتوری به این موقعیت رسیدن که شما معتقدید دیکتاتوری باید بیاد تا ایران پیشرفت کنه؟ به قول هدایت میگفت اگر قرار بود به جای 17 رکعت نماز 17 دقیقه مطالعه میشد، وضع ما خیلی فرق میکرد. بنابراین برگردم به این که بر روی چون نهضت تبریز ادامه پیدا کرد و روسیه هم میخواست که مشروطه پایان پیدا کنه، اوشونی فرستاد به سمت تبریز و پیغام داد که ما مخالفتی با شما نداریم، بعد اجازه بدیم مسالمت‌آمیز وارد شهر بشیم و شدن. ولی بعدا به خیلی از آزادی خواهان رو به دار کشیدن، از جمله علی موسی ها که در کنار ستارخان و باقرخان بود و فرار کرده بود، پسران اون به دار آویخته شدن. زمانی که جنازه این مشروط خواهان آویزون بود به دار، شیخ تبریز برای نمیدونم اربعین عزاداری میکرد، برای کسانی که 1500 سال پیش یا اون زمان 1400 سال پیش جان باختن برای مخالفت با حاکم زورگو، حاکم مستبد. ولی از کسانی که با حاکم مستبد در اون زمان مبارزه کردن و اونها هم جان باختن اهمیت نمیداد. اینم از اثرات حکومت ملله هاست. در هر روی تبریز تسلیم شد، اما ایران تسلیم نشد. سردار اسد بختیاری با سردار فاتح پدر دکتر بختیار، از بختیاری اومدن به اصفهان و به سمت قم و به سمت تهران. در رشت کودتایی شد بر ضد استاندار توسط یفرم خان و معز السلطان، استاندار رو کشتن، شهر رو در اختیار گرفتن، فرستادن، پیغام دادن به سپهدار تونکابولی در تونکابول که بیا رهبری این نهضت گیلان رو به دست بگیر و ایشون هم قبول کرد و اومد. اینها هم از شمال به سمت قزوین و به سمت تهران حرکت کردن. در جنوب تهران قبل از رسیدن به تهران این دو نیروی جنوب و شمال، بختیاری و گیلان، به هم رسیدن و قرار گذاشتن به جای اینکه فردا با نیروی، یعنی تصمیم گرفتن به جای اینکه فردا با نیروی محمد علی شاه به جنگیم، بهتر شبانه که حتی اسوارم پاهاشون رو چیز بسته بودن که صدا نکنه، شبانه یک گروه از دروازه قزوین جنوب تهران و یک گروه از درگوشگرده همین جای که الان
ورزش های صد هزار نفری هست، خرگوش در نمی گفتن اون موقع، اونها هم از دروازه دولت در یک ساعت، ساعت 8 صبح وارد تهران میشن و چون تمام نیروی محمد علی شاه در بیرون بود، تهران خالی بود، تونستن تهران رو بگیرن و محمد علی شاه به سفارت روسیه پناهنده شد که سپهدار تونکابولی هم نوشت امروز به لطف خدا تهران فتح شد و محمد علی شاه به سفارت روسیه پناهنده شد. ان حق بی غیرتی فرمودن پادشاهی بره پناهنده بشه تو سفارت یک کشور دیگه، در صورتی که صدام خان، ستار خان وقتی بهش گفتن تبعیت روسیه رو بپذیر، گفت من میخوام 7 کشور زیر بیرق ایران قرار بگیرم، من دارم بیرق کشور دیگه رو قبول کنم. به این دلیل بود که مجلس سراینده ستار خان رو به عنوان سردار ملی و باقر خان رو به عنوان سالار ملی عنوان دادن. البته اونا به تهران اومدن بلافاصله و همین سپهدارم به عنوان سپه سالار تونکابولی این عنوان رو دادن و نخست وزیری رو به دست گرفت و از میان بچه های فرزندان محمد علی شاه احمد شاه 12 ساله رو به پادشاهی برگزیدن. گفتن محمد علی شاه جنایت کرده، بر ضد انقلاب مشروطه قیام کرده، باید بره، یا به قول خمینی باید برن، اما مشروطه و قانون اساسی مشروطه باید بمونه، مشروطه ادامه پیدا بکنه. و همین دلیل چون سن احمد شاه 12 سال بیشتر نبود، 2 نایب السلطنه انتخاب کردن، یکی از عدالملک و یکی که زود خود شد، آدم خوبی هم بود، یکی هم ناصرالملک وابسته به انگلیس بود و طبیعی انگلیس هم بود، اول حقوق برای خودش تعیین کرد، بعد دوران دیکتاتوری مجددی هم سعی کرد تأمین بکنه. این آدم همون کسیه که وقتی احمد شاه در لندن بود و قرار بود پادشاه انگلیس از قرارداد 1919 دفاع بکنه، به احمد شاه گفت شما تایید کن. احمد شاه گفت من به هیچ وجه تایید نخواهم کرد، من پادشاه مشروطه هستم و حق این که اظهار نظر بکنم در مورد این قرارداد ندارم. عموشم گفت، یا موقع احمد شاه خود شاه به سن قانونی رسیده بود، عموشم گفت، عموی انگلیسیش، عموی سرسپرده انگلیس ها، گفت اگر شما در مقابل نطق پادشاه انگلیس از قرارداد 1919 حمایت نکنی، انگلیس ها به پادشاهی خاندان قاجار و شخص شما پایان خواهند داد. و اینم شد که میمونه برای برنامه آینده. به خدا میسپارمتون، پاینده یا